درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 13 اردیبهشت ماه همراه ما باشید. مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج میگوید تنها 15 میلیون نفر در ایران که دستشان به دهنشان میرسد شرایط و امکانات خرید برنج را دارند. او از افت چشمگیر واردات برنج خبر داده. اخیراً خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود قیمت برنج وارداتی در ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال تا 150% رشد داشته و قیمت هر کیلو برنج ایرانی از 42000 تومان هم فراتر رفته است. روزنامه تایمز اسکاتلند گزارش کرده که جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده از طریق ایجاد حساب‌های کاربری جعلی در فیسبوک و توییتر برای تاثیرگذاری در انتخابات پارلمانی اسکاتلند به سود احزاب استقلال طلب از بریتانیا تلاش کرده است. رامین پوریا مدیر دفتر مصرف شرکت توزیع برق تهران گفته بنابر ابلاغیه وزارت نیرو تمامی دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا 50% مدت مشابه سال گذشته مجاز به مصرف برق هستند و برای جلوگیری از افزایش بار شبکه توزیع برق پایتخت در ساعات اوج مصرف استفاده از کولرهای گازی در این بخش‌ها ممنوع است. او کاهش شدید منابع آبی و ظرفیت تولید نیروگاه‌های برقابی، شرایط خاص ناشی از کرونا و لزوم تأمین برق برای بیمارستان‌ها را دلیل کمبود این انرژی دانسته است. گروهی از معلمان و فعالان کارگری و حقوق بشری با تجمع در مقابل زندان کرج به وضعیت معلمان و کارگران زندانی اعتراض کرده و خواهان آزادی اسماعیل عبدی، شاپور احسانی راد و دیگر همکاران و همصنفی‌های زندانی خود شدند. نیروهای امنیتی بارها مانع برگزاری چندین تجمع قبلی آنها شده بودند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از خرید 3 میلیون واکسن کرونای چینی خبر داد. او طی سخنانی تعجب برانگیز گفت شرط فروشندگان واکسن این است که آن شرکت هیچ تعهدی درباره عوارض جانبی و زمان تحویل واکسن ها نداشته باشد. همچنین به گفته رئیس سازمان غذا و داروی ایران بعضی از شرکت هایی که اقدام به واردات واکسن کردند فاکتورهایی ارائه دادند که گاهی 12 برابر قیمت واقعی واکسن بوده است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از حملات موشکی و پهپادی دیگر به عربستان سعودی خبر دادند. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها گفت 2 موشک بالستیک و 4 پهپاد فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب عربستان را هدف قرار دادند.